تشکر از اینکه در جلسه ما اشتراک کردین ما واج مغنی هستم ادمین اسیستانت دفتر ما ما داریم سیمالی زاده وکیل دفتر ما و سارا احرار که دی دفتر ماستک. ما امروز ما سشن کیو ای داریم معلومات ها را برتون همکارای ما تشریح میکنه و در آخر میتونیم که سوالاتتون بکنین شروع میکنیم از سارا جان بفرمایید سلام به همگی همگیتان خوش آمدین امروز ما در مورد بعض از اخبار جدید مهاجرت برای شما معلومات میدهیم و میخوایم بگوییم که این سشن مشوره حقوقی نیست فقط ما میخوایم به شما معلومات بتیم و خانم سیما علیزاده وکیل اشد مواجد امروز برای شما چند سلاید معلومات در مورد پروسیری ری پرول، اسایلم، سیزنانچه و فرق کسایی که اسایلی هستند با ریفوجی چی هست؟ اینا می و در آخر شما میتونین که سوالتان را بپرسین. خب انا حالا آغاز میکنم. Okay, تشکر خوش آمدین همتون uh, و امروز میخوایم شروع کنیم اول صحبت کردن راجع به ری, uh, ری با افغان ها صدام اوکیه سر جان اوکی برای افغان تشکر برای کسانی هستش ما افغانایی که اومدن آمریکا پرول دو ساله داشتن و دیگه خیلی هاشون دیگه پرلشون تموم شده یا داره تموم میشه و درخواست ریپرول وضعیاشون کردن یا وضیهاشون اتوماتیکلی اداره مهاجرت براشون نوتیس روان کرده که بهشون بگه که پرولشون تمدید شده برای دو سال بیشتر میخوام امروز توضیح بدم بین این دوتا فرقاشون چیه و کی باید فایل کنه برای پرول و کی اتیاج نیست فایل کنه برای ریپرول و اجازه کارایی که شما میگیرین از طریق ریپرل چه روالی هست بستگی به اگه شما ریپرل خودتون درخواست کردین یا اتوماتیکلی درخواست شده براتون خلاصه من یه نوتیس نوتس میخواستم باتون شیر کنم امروز نظرت میخوام این یه نوتیسه که برای شخصی اشخاصی که خودش ریپرول درخواست کرده یعنی روی آنلاین اکانتشون یا کاغذی درخواست کرده برای ریپرول براشون همچین ریسیتی میاد که این بالاش اگه توجه کنی نوشته I-797A و این ریسیت نوشته اپروف شده این ریپرول این یه دونه سمپله براتون از یه اشخاصی که خودش درخواست کرده برای ریپرول حالا اینم نوشته که برای مدت آگست 2023 تا 2025 این اشخاص ریپرولش تمدید شده برای دو سال درخواست پرول دوباره گرفته و این قسمت توضیح میده جایی که خط زدم که کارد اجازه کارشون براشون پست میشه برای همین خیلی ضروریه که آدرساتون رو آپدیت کنین با امیگریشن و آم براتون بعدان یه لینکی بعد از این جلسه همه این لینک های چیزایی که داریم راجع به صحبت میکنیم آم براتون میفرستیم این پایین هم این قسمتی که اینجا خط زدم توضیح میده که I-94 اگه ببینین این قسمت پایین شما I-94 یعنی اون مدرکی که نشون میده وارد آمریکا شدین و با چه اجازه ای و چقدر اجازه دارین تو آمریکا باشین این اسمش از I-94 حتما شنیدین ولی معمولا آنلاین اینو گرفتین ولی برای اشخاصی که اینا ریپرولشون درخواست دادن این قسمت رو نوشته باید اینجا رو قیچی بزنن کات کنم که این قسمت پایین این نوتس I-94 تونه و میتونین اینو با هم نگر دارین اتیاج نیست اینجا رو در بیارین ولی به اگر سر کار میرین و ریپرل گرفتین میتونین نشون بدین این و به اون مرحله کارتون که بهشون بگین که این آی 94 تون برای مدت 90 روز بعد از اکسپریشن اجازه کارتون خوب هست و اجازه دارین کار کنین بعدا ای ای دی اجازه کارتون از پست میاد خدا، به امید خدا و میتونین اون استفاده کنین بعد از سه ماه اول اوکی؟ و سمپو متاسفانه ندارم برای اون که اشخاص که آتوماتیکلی اشخاص هایی که آتوماتیکلی میشن اونا, اونا یه نوتیس مثل این میگیرن سارا جان و اگه میخوای خودت توضیح بدی که فرقش بین این دوتا اشخاص ها چی هست چه نوع نوتیسی اونا میگیرن Sorry, John. Um نوتیسی که شما قسمه که خانم سیما علی زاده نشان دادن برتان شما این تا چار تانه به کسایی که به طور اوتومات رسید خود نگرفتن داشته باشین ولی امده ترین فرقش با کسایی که به طور اوتومات اینا رسید میکنن نوتیسه به خاطر ریپارولی هسته که از اونا خواسته میشه تا خودشان این چار جدید خود را بگیرن که ما لینکش به با شما باز چت باکس میمونیم شما کسایی که به اوتومات اکستنشن um, لیتر تو گرفتین. با ویب ساید um, چار رفته و معلومات خود در اونجا وارد میکنون و میتونین که ایناد چار جدید تو بگیرین. و شما فرقی که دا و نواد چهار جدیدتان میبینین این است که تا سال 2025 آخرین روزه که شما میتونین که در امریکا باشیم نشان میده و از شما خواسته میشه که در نوتس میباشه که شما میتونین این نوتس ها به حیث ازی که ورکاترائزشن تا اگر یا کارت کارت نگر انقضا هم شده باشه تا سال 2025 شما میتونین که با اینمی اکستنشن لترک از یو سی شما آمده امروز هر استفاده که به خاطر ورک اتورایزیشن تون یا کارت کارتان استفاده بکنید و همچنان شما میتونین که به کارت کار دوباره به کاتگوری سی 11 هم شما به این کاتگوری میتونین با این می اکستنشن لتا اپلای بکنین و کارت جدید okay. هم ریسیو بکنین اوکی دتس گریت Thank you, Sarah خانم. Um, so we're going go to the next slide. Uh, همون جوری که خانم سارا توضیح دادن که I-94 تون رو میتونین الکترانیکلی اگه I-94 برای اشخاصه که همون جوری که سارا خانم توضیح داد اونایی که اتوماتیکلی ریپرول میشن اون شخصایی هستن که اسایلم فایل کردن یا گرین کارد و نیاز نیستش که اپلای کنن برای ریپرول اونا اتوماتیکلی ریپرول میشن و یه نوتیسی براشون میاد که اجازه کارشون رو همونجوری که سارا خانم گفت دو سال تمدید میکنه خود نوتس سو so, اگه شما این بدن اون طور نوتس رو گرفتین یا I-94 تون رو نگرفتین شما بعد از طریق این لینک وارد وبسایت گمرک و مرزبانی آمریکا CBP آمریکا برین و ام, این بالا نوشته get most recent I-94 یعنی I-94 تون رو اینجا درخواست کنین از طریق اطلاعاتتون و یه راه دیگه که هم میتونین بگیرین همچین همچین I-94 از طریق اپ CBP-1 هستش که از تصدیر از صورتتون از عکستون میتونه I-94 تون رو ریتریف کنه و یه راهی هستش این ایمیل رو برای اون اشخاصایی که I-94 تون یه چیز غلطی داره مثلا پر به عنوان مثال مثلا نامتون اشتباه باشه روش یا میتونین اینو اگه میخواین امند کنین یا اجاستش کنین یا i 94 تون رو هیچ وقت درست نشو که نشون بده دو سال تمدید شده میتونین ایمیل بزنین به همین ایمیل آدرس و اطلاعاتتون رو همه چی رو باید بهشون روان کنین اسناداتون که همچین تغییراتی رو براتون انجام بدن Uh, میدونم که تو جلسه قبلی من برای اون اشخاصایی که جوین کرده بودن دفعه پیش که صحبت کردیم صحبت کردیم که تو اون جلسه اداره مهاجرت uh, گفته بودن که خیلی uh, عقب افتادن تو کاراشون برای افغان ها. یعنی مثلا اینجا شماره هایی که از ماه می گرفتیم بود که سایلیا مثلا اون موقع این برای چند ماه پیش بود تو ماه می نزدیک 17 هزار نفر اپلای کردن برای اسایلم و فقط 2500 تاشون قبولی گرفته بودن و خیلی افغانانی که اسایلم روان کردن همینجوری مستقیم اینا ربط به کورت نداره اینا برای اونایی که مستقیم اپلای کردن به اداره مهاجرت این اشخاص اگه نگاه کنید تو همه کتگوری عقب افتاده بود شماره هاشون ولی خبر خوبی داریم برای افغانان که سارا خانم هم میتونه یک کمی توضیح بده کوتاه ولی آم، برای اشخاصایی که اسایلم به اداره مهاجرت روان کردن نه اون اشخاصایی که از طریق کورت فایل کردن اون اشخاصا یه خبر خوبی اومد همین هفته پیش که یه سو شده بود اداره مهاجرت و تصمیم ستلمنت شد که تصمیم گرفتن که به طرف کیسای افغانان شروع کنن اداره مهاجرت نه فقط تصمیم بگیره رو کیسای پناهندگی که بهشون فایل شده باهاشون ولی بهشون تایم لاین دادن یعنی گفتن تا این تاریخ اگه سارا جان میخوای توضیح بدی دی زیاد دیتیل نرو just generally if you could just say there's timelines to complete those actions خب <تصمت> بس خسکو سیما جان گفتن و هر کدامشان نا وقت مشخص دادن مثلا کسایی که پیش از تاریخ جون نا جون سیوم امسال نفل فعل کده بودن نیمشان یعنی نیم از کسایی که فعل کده بودن دستیجن یک تصمیم در مورد کیس خود میگیرن که تصمیم هم شما قسمه که گفتن تصمیم یا که میتونه که قابلی باشه ریژیکشن و بعض کسا را دوباره دوباره شان معلومات اضافی می خواهند. 65 فیصد از کسایی که اینا پیش از آگست امسال فایل کرده بودن اینا تا آخر سال دسیجن میگرن و همچنان 90% فیصد از کسایی که اینا تا دسیمبر سال امسال اینا فایل میکنن اصلا مای خود اینا نتیجه خود را تا 150 روز میگرن و همچنان امیرخم 90% فیصد از کسایی که تا فبروری سال 2020 24 فرد میکنن. اینا هم تا جون 2024 باید نتیجه خود بگیرند که از اسلام خود نتیجه خود با دست بیارند و همچنان این دقیقه هم کسانی که از تاریخ دوی فورد 2024 so yeah. تا 150 روز اینا باید تصمیم خود بگیرند اینا همچنان تا جون 2024 باید نتیجه خود بگیرند یعنی ماه بعدیش خیلی افغانایی که منتظر بودن تصمیم میگیرن معنی نمیشه که همتون تصمیمتون رو میگیرین ولی اینجوری خوبیش اینه که حالا اداره مهاجرت وادار شده که گزارش بده راجب چی کار دارن میکنن هر دو ماه اگه ببینی هر دو ماه باید یه گزارش بدن اوکی. اوکی okay, حالا داریم صحبت میکنیم راجب گرین کارد حالا بعد از این صحبت همون براتون واز میکنیم که سالاتون رو بپرسین و دیدم چند تاتون تو چت سالای خوبی گذاشتین برامون که بهشون میرسیم سو راجب گرین کارد ببخشید برای اشخاصی که مثلا میرن دفتر یک کمی کانفیوزینگ برای مردم خاطر که میرین اداره مهاجرت برای روزی که میرین برای اینترویو اسایلم وقتی میرین اونجا بهتون میگن اوکی مرسی وقتی تصمیمتون رو گرفتین یک سال بعد شما میتونین اپلای کنین برای گرین کارد ولی این غلط هستش به خاطری که اداره مهاجرت عوض کرده قانونشون و یه طوری کرده که میخوان صف و کوتاه کنن آخه میفهمن که الان مثلا حدودا سی ماه طول میکشه اون حدودشه، عورجشه که سی،, سی و یک ماه طول میکشه که گرین کاردا پراسس بشه یعنی بیشتر از دو سال برای همین عورج نیشن، عورج همه آمریکا اینه برای همین گفتن که اون شخصایی که اپروول یعنی گرفتن برای پناهندگی یا یعنی اون اشخاصهایی که رفیوجی اومدن میتونین اپلای کنین برای گرین کارد رو فرم آی 485 و وقتی رسید اداره مهاجرت به اپلیکیشنتون باید یک سال گذشته باشه حالا یک کمی سوال میاد که مثلا معنی این چیه اگه یک سال بعد گذشته باشه تا مثلا اونا اج... بتونن رو کیستون کار کنن کی باید برین وارد صف حالا دقیقا ماها جواب اینو نداریم یعنی خودمونم به عنوان یه آژانسی فقط ماها داخلی یه قانونی داریم که مثلا چهار ماه بعد از یه اشخاص وارد آمریکا بشه یا آم، اسایلمشون قبول شه ماها اون بعد از چهار ماه اصولا براشون میتونیم شروع کنیم اپلیکیشن گرین کارد بعدم وارد صف که میشن دیگه نمیدونیم یک سال باشه دو سال باشه وقتی اداره مهاجرت کیستون رو بررسی میکنه آخه میرین وارد صف طولانی اون موقع باید یک سال بگذره تا بتونین واجد شرایط بشین که اصولا ماها فکر میکنیم چهار ماه منتظر باشین کافی باشه حالا اگه هر تغییراتی تو این زمینه باشه بهتون اطلاع میدیم ولی میخواستم کوتاه بهتون توضیح بدم برق بین یه اسایلی و رفیوجی چی؟ آخه خیلی ها مثلا میان دفتر ما به ما میگن من رفیوجی هم. ولی رفیوجی نیستن. اینا پرولی هستن. پرولی اون اشخاصایی هستن که وارد آمریکا شدن از طریق وکیویشن دو سال و الان دو سال تمدید دارن میگیرن. رفیوجی اون اشخاصایی هستن که وارد آمریکا شدن و رفیوجی از مثلا از از سازمان ملل یا از, پی، از طریق یه پی وان وارد شدن از طریق به عنوان پنانجو به آمریکا حالا وضعیاشون افغانان دارن از طریق آبوزابی و اینا دارن وارد میشن به عنوان رفیوجی و اگه مهرتون رو ببینین نوشته رفیوجی رو مهر ورودتون ولی اون اشخاصایی که اینجا میان و اپلای میکنن برای پناهندگی اونا رفیوجی نمیشن بهشون تو انگلیسی میگن اسایلی و اون فرقش خیلیه با خاطری که اسایلیا و رفیوجیا وقتی درخواست میکنن برای گرین کارد یه, تا... چیزای فرق داره از هم که بهتون دونه دونه توضیح میدم تو سلاید بعدی ولی برای اپلیکیشن گرین کارد چیزایی که شما نیاز دارین اصولا حالا امروز میخوایم کلا صحبت کنیم که دیتیل اگه سالای فنی دارین میتونین آخر سر پرسان کنین ولی اصولا مثلا همه چیزایی که اگه شما اسایلم غ... فایل کردین حالا دارین اپلیکیشن گرین کارد فایل میکنین باید مطمئن باشین که همه اطلاعاتی که شما میدین به اداره مهاجرت هماهنگ باشه حالا رو دریف دری از the same این the same word بله درست هماهنگ تشکر uh, من uh, یعنی میخواستم مطمئن باشم شما ها میفهمین منو درست که <laughs> راجب به هماهنگ باشه که هر اطلاعی که شما بهشون یعنی اگه بهشون گفتی من عضو گروهی بودم که طالبان بر علیش بود بعد حالا داری اینا پایم کنی بعد هم اگه پرسان کردن آیا شما عضو هیچ گروهی بودی نگین حالا اونجا نه یعنی این دوتاشون باید مثل هم باشن دومین مهمترین چیز اینه که مثلا اگه دارین با یه وکیل کار میکنین بهشون نشون بدین اپلیکیشن پناهندگیتون که اونا بتونن مطمئن باشن که اطلاعی که دادین راجع به آدرستون، نامتون، زندگیتون، خانوادتون هماهنگ باشه با چیزی که قبلا گفتین به اداره مهاجرت. دوم از هم نیاز هستش که مدیکال اگزم بگیرین. مدیکل اگزامی که میگیرین از طریق یه دکتر که مخصوص برای امیگریشن که یه اسم خیلی عجیبی داره بهش میگن سیول سرجن و این لینکی که براتون اینجا این لینک ها رو براتون روان میکنیم بعد از جلسه یا تا فردا این نوشته find a civil surgeon و این قسمت مثلا میتونین زیب کودتون رو بذارین و پیدا کنین دکتر مهاجرت که اونا میتونن براتون انجام بدن این اگزما ولی اینا میزنن اینو توی یه پاکت در و شما اون پاکت رو وانه و میدین به وکیلتون یا میفرستین رو مستقیم به اداره مهاجرت شما هم به خاطر که این مدیکل رکوردتونه اجازه دارین که از اون دکتر پرسان کنه یه کپیش هم به شما بده و من توصیه قوی میدم که این کارو بکنین به خاطر که میتونیم به وکیلتون نشون بدین که اونم مطمئن باشه که اون درست خانه پاری شده براتون همزمان یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم اینه که غیر از این مدیکل اگزم و فرق میکنه برای رفیوجیا اونایی که رفیوجی اومدن تو آمریکا که بهتون توضیح دادم فرق میکنه از اسایلی که قبول میشه مهاجرتش از ببخشید پناهندگیش در آمریکا قبول میشه اونایی که رفیوجی میان آمریکا اجازه دارن که دکتر عمومیشون خانه پری کنه فرم آی 693 شون و اجازه دارن کلینیک های خاص خودشون و فقط اتیاج دارن وزی برگاه ها رو پر کنن حالا میدونم اون خیلی اطلاعات بود <laughs> so حالا میخواستم سویچ کنیم صحبت کنیم راجع به TPS Temporary Protective Status حالا افغانان که اومدن آمریکا به عنوان پرولی و قبل از تاریخ مارچ uh, 2022 وارد شدن اونها اجازه داشتن که فایل کنن برای تی پی اس و تی پی یه سری اول داره برای رجیستریشن اول و این تموم میشه در um, نوامبر ببخشید در نوامبر uh, 2020 2023 و um, این um, اگه شما هنوز TPS فایل نکردین خیلی ضروری این کار رو بکنین جز که آردی شما گرین کارد گرفتین یا شما پناهندگیتون رو گرفتین اگه نگرفتین واقعا باید اپلای کنین برای TPS تو این روال اول تو استیج اول بهش میگن Initial Registration بعد از Initial Registration رجستریشن دوم شروع میشه و اون اگه خود دولت آمریکا که به احتمال زیاد الان هنوز خطرناکه تو افغانستان برای افغانان حتما اینو دوباره تمدید میکنن و شما باید ری re رجیستر کنین سو so اون اشخاص های که TPS فعلا دارن و بعد از نوامبر 2023 قبلش کمی برامون اناونسمنت میتونین همیشه چپ کنین این صفحه ببخشید یه خط دارم رو تصویرم که اصلا از بین نمیره <laughs> um, I don't know where it's from Sarah. Um, so الان این TPS پیج افغانان اگه نگاه کنین um, نشون میده که um, مثلا الان TPS تا این روزه بدن اگه دوباره registration was شه برای افغانان این اطلاعات رو صفحه اداره مهاجرت پیدا میکنین و دوباره بعد اپلای کنید اوکی okay. um, و برای فیملی پتیشن ها um, راجع به فیملی پتیشن یعنی درخواست برای خانواده ها um, رو دو تا فرم دارن یه فرم آی 130 و یه فرم I-730 ای فرم I-130 برای اشخاصی که مثلا گرین کارد دارن یا سیتیزن هستن و دارن درخواست میکنن برای خانواده هاشون و فرم I-730 برای اون شخصایی که به عنوان رفیوجی یا پناهندگی اومدن و دارن درخواست میکنن برای درجه اول خانواده هاشون که قبل از قبولیشون این رابطه رو داشتن به عنوان مثال یه شخصی که پناهندگیشون اپروف شده تو آمریکا و یه زن داره تو افغانستان یا تفلاشون اونجا هستن میتونین رو فرم I-730 براشون درخواست کنین Um, حالا میخوایم سویچ کنیم خیلی کوتاه میخواستم امروز به همه میدونم خیلی سالهای مختلف دارن خواستم یک کمی راجب به های مختلف صحبت کنیم قبل از جلسه پرسش و فاسقمان حالا راجب به سیتیزنشپ حالا اگه شما هر ستاتیستی که باشین تو آمریکا پر واضح شما میخواین سیتیزن آمریکا بشین اگه نیستین فعلا. و الان میدونم برای بعضی خواستم مثلا این یه کمی دوره فکر کردن راجبش ولی خواستم یه کمی صحبت کنیم یه چیزای جنرال بهتون توضیح بدم وقتی گرین کارتتون رو میگیرین یه تاریخی روش نوشته نوشته رزیدنت سینس یعنی ساکنی از تاریخ از تاریخی که اونجا یادداشت شده مثلا 98 درصد موقع درست هست اون تاریخ اون تاریخ رو توجه کنین. آخه امکان داره فرق کنه از چیزی که شما فکر کنین یا تصور کنین. اوکی؟ okay? سو so, uh, فرقش این با... اینه. وقتی شما اسایلی uh, یادتونه تو اوایل جلسه صحبت کردیم فرق بین اسایلی و رفیوجی درسته؟ اونایی که اسایلی هستن uh, تاریخ گرین کاردشون یک سال... Uh, قبل میکشن رول بک میگن یعنی میذارنش قبل از تاریخ اپروول گرین کاردتون سو so به عنوان مثال اگه شما قبول شید به عنوان سایلی امروز و ای فور ایدی قبول شه پس تاریختون رو یه سال قبل میزنن. یعنی یه سال برنده میشین خب برای کسانی که رفیوجی هستن تو آمریکا اومدن یعنی شخصایی که شاید از آبوزابی به عنوان پیوان اومدن یا اونایی که رفیوجی اومدن اونا تاریخ گرین کاردشون وقتی صادر میشه میشه تاریخ که این شخص وارد آمریکا شده حالا چرا این تاریخ مهم هست؟ دلیلی که این تاریخ مهم هست اگه اینجا این قسمت رو توجه کنیم برای اپلیکنت هایی که اونایی که درخواست کننده های عادی regular applicants اونا باید پنج سال منتظر باشن یعنی پنج سال ساکن آمریکا باشن و 913 روز دو تا پاشون تو آمریکا باشه نه دائمانی کلا تو این پنج سال که بتونن اینا واجد شرایط بشن برای سیتیزنشیپ حالا اجازه دارن اینا اشخاصا سه ماه قبل از این پنج سال فایل کنن با اداره مهاجرت اگه اون 913 روزشون کامل شده باشه حالا برای اون اشخاصایی که از طریق عروسی دارن سیتیزنشپشون رو میگیرن نه از طریق عادی و میگن که من عروسی کردم با یه دونه سیتیزن آمریکا و از طریق اون میتونم سه ساله اپلای کنم من همیشه میگم قانون سه, سه سه یعنی شما باید سه سال عروسی کرده باشین با این سیتیزن اون شخصاً باید هم باید سه سال سیتیزن آمریکا باشه و شما ها هم باید سه سال زیر یه سخت با هم زندگی کنین اگه اینطوری باشه و واجد شرایط باشین مدت کوتاهتر دارین تا سیتیزنشیپتون رو میتونین درخواست کنین میشه 548 روز شما نیاز دارین تو آمریکا باشین باشین و سه ماه باید میتونید زودتر از سه سالتون اپلای کنین اگه اون و 548 روزتون کامل باشه اوکی سلاید بعدی اوکی پس این میخواستم فقط معرفی کنم اون اشخاصه که جدیدن ماها رو نمیشناسن مؤسسه ما اسمش هست پارسی کوالیتی سنتر و ما ها سه تا آفیس داریم یه دونه آفیس داریم تو سان هوزه کالیفرنیا یه آفیس داریم تو فریمانت اونجایی که من هستم با خانوم سارا احرار که دی او جی رپ ما هست یعنی اجازه داره قانونن ایمیگریشن پرکتس کنه و خانوم وجما که ادمینمون هست و پارس لاس آنجلس که اونا هم کارهای مهاجرت انجام میدن و سوشل سرویس و آفیس سنهوزمون این شماره ایمیگریشنمون و فریمانتمون و این برای پروژکت پارس فریمانت ما هم یه ایمیل مستقیم داریم لطفا فقط یه دونه راه تماس رو انتخاب کنیم